بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح الغالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما بناست در این جلسات در این باره صحبت بکنیم که راه‌های رسیدن به نشاط در زندگی و حال خوش معنوی چیا هستن. خب ابتدا یه مقدار مجبور شدیم درباره ضرورت با نشاط بودن و حتی مقدار نشاط مورد نیاز برای زندگی و بندگی صحبت بکنیم تا هم رفع سوء تفاهم بشه که خیلی ها فکر میکنن دین دنبال نشاط نیست و برعکس بهشون بگیم که اتفاقا دین مدعی نشاطه. بیدینی یعنی بی‌نشاط بودن و اونایی که دیندار نیستن نمیتونن اصلا زیاد با نشاط باشن و شاخص برجسته دینداری یعنی نشاط. یک کمی در این باره صحبت کردیم با هم در دل کردیم و تحت عناوین مختلف این بحث رو جلو بردیم. موضوعات دیگری هم در ضمنش مطرح شدیم. اگر کسی در دنیای خودش با نشاط نباشه در عبادتش بیشتر بی نشاطه، یعنی لازمه این که شما یه حال خوش معنوی داشته باشید حتما اینه که زندگی بسیار دلچسب و پر رونقی داشته باشید. لازمه این که حال عبادت داشته باشید اینه که یک نشاط و سرزندگی تو زندگی و کارهای عادی روزمره خودت داشته باشید. من کسلا فی امر دنیاهو فهو فی امر آخرتهی اکسل. این دوتا با هم یه رابطه عمیق دارن. در حدی که ما فعلا اجمالاً از بیرون مفهوم نشاط، اهمیتش، ضرورتش برای دیندار و لازمه معنوی نشاط رو صحبت بکنیم تا حالا گفتگو کردیم اومدیم جلو. یه مقدار باید کم کم برسیم به این که راه رسیدن به نشاط و راه‌های رسیدن به نشاط، نه تنها نشاط در زندگی بلکه نشاط معنوی که اسمشو گذاشتیم حال خوش معنوی، اون راه ها رو بررسی کنیم. تا اینجا بحث اینجوری پیش اومده. خب حالا بعد از این نگاه اجمالی اجازه بدید فعلا هنوز به راه ها نپردازیم. ما اگر حقیقت نشاط رو دقیقاً بشناسیم راهاش هم پیدا میکنیم. بذارید یه مقدار نشاط رو بیشتر برای همدیگه ترجمه کنیم، حال خوش معنوی رو بیشتر برای همدیگه باز بکنیم و این جلسه بیشتر به حال خوش معنوی میخوایم البته بپردازیم. قبلا مفهوم نشاط رو با مفاهیم مترادفش کمی مقایسه کردیم، سرور، شادی، لذت، و یه مقدار عمیق شدیم تو مفهوم نشاط، یعنی قدرتی که انرژی که برای زندگی کردن به انسان میده و ما از هر احساس مثبتی استقبال میکنیم به عنوان نشاط. وجه مشترک هر احساس مثبتی اینه که به انسان قدرت میده، حیات میده. یه کمی تلاش کردیم تا حالا نشاط رو با همدیگه ترجمه کنیم و مرور کنیم. دین به آدم سرور و نشاط میده. همین بحثی که ما داریم میکنیم در همین حدش، اگه کسی توجه داشته باشه از همین نمازهای معمولی شروع میکنه به نشاط در آوردن. توجه به این معانی زندگی انسان رو درش یک گشایشی ایجاد میکنه.
قبلا این اتهام رو برطرف کردیم که دین نه تنها با نشاط رابطه داره، بلکه عامل نشاطه، بلکه اصلا نشاط از آدم میخواد، اصلا بی‌نشاطی گناه ناشی از گناهان، ناشی از ذهن گناه آلوده و باید استغفار کرد ازش. حال خوش معنوی چیه؟ حال خوش معنوی هم خیلی ها دوست دارن داشته باشن. اصلا حال خوش معنوی به چی میگن؟ مثلا من یه شب خیلی گریه کنم گفته میشه حال خوش معنوی؟ نباید بپرسم آقا برای چی گریه کردی؟ حال خوش معنوی با محبت و عاطفه چه ربطی داره؟ حال خوش معنوی با بلند نظری و لذت بردن از شکوه خلقت چه ربطی داره؟ حال خوش معنوی یعنی چی؟ چشمای پر عشق یا لب پر لبخند ناشی از یه قلب شاد. حال خوش معنوی به چی میگن؟ مردم در مورد حال خوش معنوی چه قضاوتی دارن؟ ما از اون قضاوت ها شروع کنیم به تعریف و تبیین کردن دیگه. اگه قضاوت درستی دارن که همون، اگه قضاوت غلطی دارن اول اونو برطرف کنیم بعد بریم سراغ تعریف درست دیگه. حال خوش معنوی رو خیلی ها غم و اندوه معنوی میدونن. حال خوش معنوی رو خیلی ها شادی نمیدانند. میگن یعنی چی؟ من برای چی باید شاد باشم؟ حال خوش معنوی به داشتن یک سلسله دوستان من شادی های بسیار عمیق و معنا داره. حال خوش معنوی یعنی اطمینان. نبودن نگرانی یعنی حال خوش معنوی. حال خوش معنوی یعنی درک زیبایی. زیبایی نبینی، از زیبایی لذت نبری، از زیبایی هایی که خدا آفریده، از زیبایی هایی که هست در جریان کلی خلقت وجود داره، از زیبایی که در روند حیات تو هست، از کودکی به میانسالی کهنسالی سیر میکنی، همه اینا رو زیبا ببینی یعنی حال خوش معنوی. حال خوش معنوی یعنی چی؟ یعنی این که من فقط گریه کنم؟ بله، گریه ای که برآمده از دیدن این زیبایی ها باشه اون اوجشه، درسته. حال خوش معنوی اشکم توش هست. ببین من اشکو انکار نمی کنم، ولی میدونی حال خوش معنوی یه چیز دیگه است. که تهش شادیه. حال خوش معنوی یعنی شکر که تهش شادیه. ببینید ماها معمولا کی میگیم بریم عبادت؟ میگیم وای دلم خیلی گرفته، مشکلات خیلی هجوم آورده، دیگه دارم بیچاره میشم، یه جایی جلسه دعا نیست بریم یه کمی ناله بزنیم در خونه خدا؟ خب این تهمت به حال خوش معنویه، در حالی که اصلش اینجوریه. بگی وای دارم از شادی میترکم، اصلا نمیدونم، من اصلا نمیدونم بریم یه جایی، من میخوام شکر کنم خدا رو. دعای ابو حمزه صومالی کجا میخونن؟ این شکرهای دعای ابو حمزه صومالی معرکه است، بریم. خدا شاید این آدم گریه هم میکنه. حال خوش معنوی چیه؟ حال خوش معنوی مصادیقش زیاده. زیبایی، دیدن زیبایی، میدونید خیلی که غرق زیبایی بشی اشک جاری میشه. حال خوش معنوی در خونه خدا چیه؟ دلت لرزید موقع الله اکبر؟
الله اکبر یعنی خدا وای تو چه با عظمت و با شکوهی. این دلت اگر برای این ذکر لرزید این یعنی حال خوش معنوی. این روایت داره میفرماند علامت الانس بالله الاستیحاش عن الناس، علامت انس به خدا استیحاش از مردمه. استیحاش یعنی وحشت کردن. حال خوش معنوی یعنی لذت بردن از این که احساس بکنی در پناه خدایی. بعد این کیف از یه مرحله به بعد اشک آدمم جاری میکنه. اون یعنی حال خوش معنوی. حال خوش معنوی هزار مرتبه به ما گفتن یعنی حلاوت ذکر. خوشحال میشم شیرینه برام یاد تو، یعنی چشیدن شیرینی، نه چشیدن غم، اندوه، ماتم، خاک بر سری، بدبختی، ای خدا بیچاره شدم. اون حال خوش معنوی نیست. مردم باید درباره حال خوش معنوی برداشت درستی داشته باشن. حال خوش معنوی یعنی احساس بکنی خدا قدرت داره، کائناتو میتونه نابود کنه، جونم به این قدرت خدا. این حس عمیق که باشه این یعنی حال خوش معنوی. حال خوش معنوی یعنی چی؟ گریه نکن باهاش، لذت ببر. اینقدر لذت ببر تا یه اشکی ازت جاری بشه که سرچشمش یه جای دیگه است، یه جای دیگه ای از روح. بگو خدایا من اونقدر ازت لذت نبردم که بتونم در مناجات با تو اشک بریزم. هنوز اشک منو در نیاوردی. یه کمی شیرینی ذکر خودتو به هم بچشون، بذار اشکم در بیاد. دنبال این اشک باشی، فداتون بشم. اومد پیش امام صادق علیه السلام گفتش که آقا خب من نمیتونم گریه بکنم از اون گریه های قشنگ و اینا، یاد این میفتم که نزدیکانم فوت بکنن چی میشه، بعد گریم میاد، بعد گریه میکنم. آقا فهمه خب حالا ابی نداره چی بگم دیگه، رقت قلب همینشم، همین مقدارشم خوبه. میگفت مثلا فکر میکنم بچه ها اینجوری انا میان تو روزه تون سنین نوجوانی زیاد ارتباط برقرار نمیکنه، میگه وای بابام فوت بکنه چی میشه، اگه بابام بزنن گریه میکنه، ربط میده به گریه برای امام حسین. خب چاره این نیست دیگه، دستش نمیرسه. ولی شما بدونید حال خوش معنوی چیه. حالا هر کسی از اون راه نزدیکتر خودش حرکت بکنه، من با اون کاری ندارم، من به اون توهین نمی کنم. بدونیم حال خوش معنوی چیه، حداقل بگیم ما توی عمرمون یه بار حال خوش معنوی حس نکردیم. قبلا من اینو گفتم، بنده زیاد توفیق نداشتم، ولی همون یکی کم مرتبه ای که رفتم پشت سر آقای بهجت نماز خوندم، رسم بود اون زمان، من فکر نکنم من آدم خوبی بودم، مد بود، ما هم طبق حالا روال رایج حرکت میکردیم. آقای بهجت معمولا سر الله الصمد گریه میکردن، خدا بی نیازه، پره. ما میگفتیم آقا این گریه نداره که، این الان یعنی چی؟ برای چی گریه میکنه؟ الله اکبر حال میده؟ بگو نه منو خلاصم کن، خواهش میکنم. الله اکبر حال میده؟ خدا یه ذکر بی حال میذاره توی نماز که هی اینو بگو که حال نکنی؟ مگه میشه؟ خب حتما حال داره دیگه، من حالشو درک نکردم. حال خوش معنوی دیدن کبریایی خداست و لذت بردن از این عظمت.
در مورد حال خوش معنوی باید فکر کرد. یه روایتی بخونم، نمیدونم حالا چرا میخوام این روایت رو بخونم ولی حالا میخونم دیگه. میفرماد اذا تخلل مؤمن من الدنیا، وقتی مؤمن از دنیا خالی بشه، خالی کنه خودشو، جدا بشه، سما یعنی بلند مرتبه میشه، اوج میگیره، دقیقا اوج میگیره معناش، اوج میگیره. و وجده چی رو پیدا میکنه؟ حلاوت حب الله، شیرینی حب الله رو پیدا میکنه. حال خوش معنوی چشیدن محبته. حال خوش معنوی خیلی ها فکر میکنن یعنی من محبت داشته باشم به دنیایی که ندارم، هی برم به خاطرش در خونه خدا گریه کنم. نه، حال خوش معنوی یعنی این که محبت داشته باشی به خدایی که داری، این عشق، این محبت به این خدایی که داری هست، عشق تو در بیاری. حال خوش معنوی رنگین کمانه. حال خوش معنوی وجوه مختلف داره، ته همش شادیه، ته همش سروره. برو دعا بخون لذت ببر، برو قرآن بخون لذت ببر. اگه گفتن چرا گریه نمی کنی، بگو من هنوز به اونجا نرسیدم، ولی قدم اولشو بردار، اطمینان پیدا کن. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، به ذکر خدا دلت آرام بگیره. حالا اینو بگی بعدن، نه من به ذکر خدا باید گریه کنم. بابا حالا صبر کن عزیزم، قوره نشده که نباید مویز بشی، بذار صبر کن، حالا مرحله به مرحله بریم جلوتر. خود خدا فرمود فعلا الا به ذکر الله تطمئن القلوب، آروم بشو. آروم شدی، نگرانیات برطرف شد، کیف کردی از اینکه کوچولو رفتی بغل مامانت، یه لذتی ببر. حال خوش معنوی یعنی همین اطمینان. اینا قرآن میفرماد، من که از خودم نمیگم. خب میخوام یه مقایسه کنم بین نشاط در زندگی و حال خوش معنوی. این دوتا نشاط چه تفاوت‌هایی دارن با هم دیگه و چه شباهت‌هایی دارن با هم دیگه. هر دوش دل آدمو شاد می‌کنن، هر دوش به آدم قدرت میدن، انرژی میدن، هر دوش قشنگه. ولی یه تفاوتی بین این دوتا هست. نشاط در زندگی یعنی قدرتمندان زندگی کردن و عدم وابستگی. این دوتا از ویژگی‌های برتر نشاطه، چون هر وابستگی نشاط آدمو میگیره. دوستان تو زندگی وابسته نشید، مهر بورزید، مهربانی بکنید، عاشق بشوید، ولی وابسته نشوید. توضیح ندیم، حالا خودتون توجه دارید دیگه. عدم وابستگی به چیزی تعلق خاطر نداشته باشه و قدرتمندانه زندگی کنه، نه اینکه به چیزی وابسته نباشه و یه گوشه ای هم مردنی داره جون میده. من هیچ چی رو دوست ندارم. ما داری میمیری که تو باشو زندگی کن. حالا حال زندگی نداره هر دو طرف، هم قدرت داره برای زندگی کردن، میخوره دنیا رو، همه رو راحت اداره میکنه، هم وابستگی نداره. این یعنی نشاط. دوتا از شاخصه های برتر نشاط اینه، قدرت بر زندگی و عدم وابستگی. خب نشاط در نشاط معنوی چی میشه؟ ببخشید بدون توضیح دارم این دوتا جمله رو پیشنهاد میکنم، پیشکش میکنم به محضر شما. فکر میکنین دیگه، در موردش فکر میکنین تا فردا شب انشالله. انشالله خدای فرصت داد خوشش اومد این بحث رو ادامه بدیم، با هم فردا شب ادامه میدیم. نشاط معنوی یعنی چی؟ احساس ضعف در محضر خدا، کوچولوتم،
توأم با وابستگی به خدا. اینقدر حس قشنگی به آدم میده. برعکس اونجا تو زندگی، اونجا اون قدرته و عدم وابستگی حس قشنگ میده، اینجا این حس قشنگ به آدم میده. نشاط در زندگی وابسته به هیچی نباشی، نشاط در بندگی وابسته به خدا باشی. خدای من جونم به تو بسته است. مثلا خدا میفهمم خب من رهات نکردم، من هستم دیگه. نه حالا من به تو وابستم. باشه خب من هستم دیگه. نه بالاخره تو باش اینجا، من به تو آقا عزیزم من هستم دیگه. این صحنه رو تو دعای کمیل امیرالمومنین دیدید؟ همین این صحنه رو که ما الان نمایشنامه‌اش رو اجرا کردیم، صدا میزنه خدایا چجوری منو میخوای بفرستی جهنم؟ من اونجا دوری از تو رو آخرش میفرماد دوری از تو رو چیکار کنم؟ من طاقت ندارم. منو ول نکنی، تو عذاب رهام نکنی. معلوم میشه عذاب پیش حضرت اینه که خدا ولش کنه، رهاش نکنه، رهاش بکنه. بعد بلا فاصله انگار خدا به امیرالمؤمنین میفرماد علی جانم، من که تو رو دارم که. بعد امیرالمؤمنین اعتراف میکنه حیات انت اکرم من انت زیع من ربیته. من میدونم، بله، نه تو منو رها نمیکنی، من میدونم تو هستی. دوباره میگه خدای منو بفرست جهنم. بعد دوباره برمیگرده، نه ولی تو مهربونتر از اونی هست، من میدونم تو. انگار خدا بهش میگه ببین علی جانم، من که تو رو رها نمیکنم که. خدا خیلی برای ما بده لذت داشتن تو رو نچشیم عمیقا. لذت داشتن تو خیلی آدم رو شاد میکنه. من هنوز اونجوری شاد نشدم. خدا خیلی بده شکوه تو رو نبینم، در حالی که من اسیر دیدن شکوه و چیزهای شکوهمند هستم. خدا خیلی بده بی پناه زندگی کنم لذت وابستگی تو رو نچشم، رنج بی پناه بودن رو همیشه همراه داشته باشم، اما لذت وابسته بودن و در آغوش تو بودن رو نچشم. خدا این صحنه‌های بد کی از زندگی ما محو میشه؟ خدایا کم کم دارم آبروی تو رو میبرم، میدونی؟ و من میگن که تو اگه بنده خدایی، خدا بهت نفعی رسونده، بندگی خدا لذتی بهت داده، کوب است. خدایا مردم دارن منو میبینن بیدین میشن. میخواست اینجوری بشه؟ شدم مایه درد سر برای تو، الگو نشدم برای بقیه، دیگران نیوردم پیشت. تو میتونی ببخشی. گفته بودی ولی تو گفته بود والله ما ینجوم ندن به الا من اقر به. نجات پیدا نمیکنه از گناه مگر کسی که اقرار میکنه به گناه. من دارم اقرار میکنم، من وضعم خیلی خرابه، من دارم لذت نمیبرم از زندگی، از بندگی. خیلی معلوم میشه ته جهنمم. من نمیخواد احتمالی باهات صحبت کنم. نکنه خدایا عذاب برای من مقرر کنی، من الان تو عذاب دارم زندگی میکنم. خدایا من دارم به راست میگم، با سیلی صورت خودم رو سرخ نگرداشتم، من دارم خوش نمیگذرونم از این زندگی و بندگی. خب این خرابه، همین الان نجاتم بده. تو مگه دوری که من تو رو نچشم؟ تو مگه بخل میبرزی بخوای خودتو به من هدیه بدی؟ نمیبرزی که. منتظر بودی من بفهمم. خب فهمیدم. منو ولم نکن.
من وقتی از تو لذت نمیبرم شیطون گولم میزنه، خاک به سرم میشه، میرم سراغ لذت‌های دیگه. به خدا، خدای اگه از تو لذت ببرم جای دیگه نمیرم. من میخوام روزه بگیرم، نماز بخونم، تا این اتفاق برام بیفته، به تو مقرب بشم، یعنی از تو لذت ببرم، ولی نمیبرم. پس نماز روزه های من داره کجا میره؟ دروغ من میگم؟ من دارم دروغ میگم؟ عبادت میکنم؟ دروغی بندگی دارم میکنم؟ خب الان اومدم دارم راستشو میگم، جبران کن، همشو درست کن برام. من نماز میخونم برای اینکه از تو دور بشم. خب من همش از تو دور شدم، به تو نزدیک شده بودم که لذت میبردم. من با نماز دارم از تو دور میشم؟ اینقدر گدایی در خونه خدا لذت بخشه، خب من چرا اون لذت رو درک نمی کنم؟ اینقدر لذت بخشه که امام حسین علیه السلام کل پروژه عاشورا رو به خاطر عزت نفس برقرار کرد. گفت هیهات من الذله، من ذلیل نمیشم، من تسلیم نمیشم. این حسین فوق العاده عزتمند که خودش و عزیزانش قلم قلم شدن پای عزت ایستادن، بچه‌هاش به اسارت رفت اما ذلیل نشدن، همه کربلا به خاطر عزت برقرار شد. این حسین روز تاسوعا برگشت به ابوالفضلش، صدا زد فدات بشم. دشمن چی میگه؟ گفت آقا میخوان الان حمله کنن. فرمود برو از دشمن اجازه بگیر، ما یه شب دیگه عبادت کنیم، فردا جنگ کنیم. این حسین عزتمند به خاطر عبادت یه شب از دشمن اجازه گرفت. فرمود عباسم تو میدونی من چقدر به عبادت و قرآن علاقه دارم، یه شب دیگه. آقا جون الان بری بهش، میری پیش خود خدا؟ بله، یه شب دیگه. اینقدر مناجات لذت داره. وقت من یه عمر میگم نوکر ابا عبدالله الحسینم، از قرآن لذت نبرم؟ اینجوریه، اینو ما باید چجوری درستش کنیم؟ رفتید کربلا خیمگاه برید، 9 روز حسین فاطمه اونجا عبادت کرده، نماز خونده. برید قدم بزنید. میگن اینجا خیمه ابا عبدالله الحسین بوده، اینجا خیمه زینب بوده، اینجا خیمه زین العابدین. برید بپرسید، بهتون نشون میدم، بگید کجا خیمه عباس بوده که عباس و برادرانش اونجا بودن، بهتون نشون میدم. نشون میدن اینجا خیمه قاسم ابن الحسن با مادرش با عبدالله برادر کوچیکش بوده، اینجا خیمه علی اکبر. تقریبا 8 روز 9 روز اونجا زندگی کردم. خیمگاه برید، رفتید کربلا حتما برید. خیمگاه جای عجیبیه. امشبی را شهدین در حرمش مهمان است، نکنه ای صبح طلوع. صبح فردا بدنش زیر سم اسبان است، نکنه ای صبح طلوع. نافع میگه دنبال آقا افتادم. آقا رفت خیمه خواهرش زینب، دم در خیمه فرمود خب دیگه منو رها کن، من امشب باید پیش زینبم باشم. رفت داخل خیمه. قصه ای اتفاق افتاد، اون قصه رو براتون بگم. میگه من داشتم برمیگشتم دیدم زینب کبرا سوال کرد،
یا ابا عبدالله به یارانت اطمینان داری؟ یه وقت اینا پشت تو فردا خالی نکنه. تا شنید اومد پیش حبیب ابن مظاهر، دید یاران و اصحاب همه خوشحالن، آماده میشن برای شهادت، جاشون رو امام حسین بهشون نشون داده، دیگه اصلا در پوست خودشون نمی گنجن. صدا زد حبیب بیچاره شدیم. گفت بیچارگی دیگه به ما راه نداره، ما در نهایت خوشبختی هستیم. گفت نه، فکر کردی چی شده مگه؟ گفت من الان شنیدم زینب کبرا نگران بود از ما، گفت داداش اینا به تو پشت نکنن. زینب تجربه امام حسن رو داره که یارانش سجاده از زیر پاش کشیدن، ما صورت به زمین خورد. زینب تجربه امیر المؤمنین باباش رو داره که یارانش ضربت به فرقش زدن، از پشت خیانت کردن، خنجر زدن. حبیب برآشفت، همه رو صدا زد، گفت همه جمع بشید. بنی هاشم هم اومدن، گفت نه با شما کاری نداریم، با غلاما کار داریم، ما نوکرا میخوایم جمع بشیم. اولین دسته وفاداری که حالا بعدها تبدیل شد به دسته عزاداری راه افتاد، اومدن پشت خیمه حضرت زینب سلام الله علیها. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، با احترام صدا زدن. امام حسین اومد بیرون فرمود چرا اینجا جمع شدید؟ گفتن آقا اجازه میدید ما از پشت پرده دو کلمه با زینب حرف بزنیم؟ فرمود بگید. یکی یکی شروع کردن، خانم زینب ما دوست داشتیم 70 جان داشته باشیم در راه حسینت بدیم. اون یکی گفت من همه هستیم و برای امام حسین آوردم. هر کی یه چیزی گفت، انگار تو خیمه امام حسین داشت میدید زینب داره لبخند میزنه، آرام میگیره. یک اتفاق عجیب افتاد، یعنی یه حرف عجیبی امام حسین زد. اینو خیلی روش فکر کنید، با دل امام حسین اینجاها آشنا بشید. یه دفعه امام حسین برگشت فرمود اصحاب من چند لحظه میشه صبر کنید بعد ادامه بدید؟ یه چند لحظه. گفتن چرا آقا؟ برگشت فرمود زینبم بگو دخترها بیان همه بشنون، خانوما بیان همه بشنون. یه امشب من آرامش به این بچه ها بدم. بچه ها رو صدا زد، همه جمع شدن. فرمود حالا دوباره بگید اول. این آخرین بار بود که نامحرم ها از پشت پرده حرف می زدن با زینب. این آخرین بار بود که غریبه ها با بچه های حسین محترمانه حرف می زدن، نه با زبان تازیانه و شلاق.